خب میگفتی واسه شب هفتی بند خدایی بوده خانوادش به حال روسا شام دادم خیرات با چند نفر که صحبت کردم همه بعد از خوردن شام دچار دلدرد میشن و چند ساعت بعدش علائم مسمومیت داشتن البته این آقای دکتر گفتن که علائم مسمومیت بوده بچه مسمومیت چی بوده؟ او متوجه به اخباری که این چند مدت پخش شده احتمال داره به خاطر این پرونده برنج آلوده باشه از صاحب مجلس پرسیدید که برنجش چی بوده؟ بله برنج هندی سلامت بشی چه خبره؟ گریزونه حکمی که یک سال قبل شما به محسن ماد بریدن اگه خدا بخواد ایشالله هفته دیگه تمومه سلامت فقط امانت جریمه نقدیش که از شما چه پنهان آقا در بساط امنی پرداخت کنم حالا ایشالله آقا محسن میاد بیرون میره سر یک کار درست حسابی مشکلات هم کمتر میشه این لازم است که حبس شد این کم کم پول حرومی زیر زبانش مزه شکرده فکر شکرده که با پول حرام ابو زندگی خوب بسازی این شرمنده عبی امیر امیر بودم نه بودم نه بودم همیشه دعا تکن مای حسین دستت هم درد نکن دست درد نکن دستت هم درد نکن سلامتی انشالله سلامت بشی آقا پسر اومد بیرون بگو بیاد پیش من یه شغل درست سایی براش پیدا بود چشم چشم زنده باشی برحال ما همیشه دعا تکنم به خانواده سلام چشم هم سلام برستان دستت هم درد نکن آی حسینی مدیونت هم هستم خدا خیر دادت انشالله شاید برای 10-15 سال پیش خوب بود ولی الان نه همه این دستگاه ها رو باید بذاریم فروش و مزایده همه رو دوباره از دبی وارد بکنیم اگه به فکر نوسازی اینجا نباشی مطمئن باشید از همین الان قافیه رو به بقیه شهر بازی هایی که این بار اون بار شهر تران احداث میشن باختیم بله مامان من خوبم مامانم خوبه بهت سلام رسون گرچه بعید میدونم برای شما هم بهشون سلام برسون نزن این حرفو عروس خانم اگه چیزی میگه نگران تو و مرتضاست باشه قبول ما مرتضا رو دوست داریم نگرانشیم تو هم باید حواست بهش باشه هست جوری مراقبش باش که خودشو نندازه تو چاه الان این همه آدم مهاجرت کردن از ایران رفتن همشون ته چا هم؟ مرتضا فرق میکنه کاری بلد نیست تخصص نداره زبون خارجی نمیدونه اهل خانواده است نمیتونه از ما دور باشه ببخشید که اینطوری میگم الان شما خانوادش چی کار براش کردین؟ الان اگه 150 میلیون پول داشت بیخیال میشد دارین بدین؟ من هر کاری ازم برمی اومده برای مرتضا و رویا انجام بدم ولی الان مرتضا با یه لیسانس داره رو موتور کار میکنه تا کی میخواد اینطوری زندگی کنه؟ من بهش گفته بودم که کنار درس دانشگاهش یه کاری یاد بگیره با لیسانس اقتصاد
میخواد وزیر اقتصاد بشه؟ خب پس شما هم با من موافقی؟ نه نیستم، ولی کمکش میکنم که اوضاعش بهتر شه. یعنی 150 میلیون جوره؟ میتونه دستگاهشو بخره، کارگاه رو را بندازه؟ خب منطقی هم هست، نتونی پول کمی نیست. شما اگه نذارین مرتضی از ایران بره، تا آخر عمر حسرتشو میخوره. اصلا شما رو مقصر میدونه که نذاشتین پیشرفت کنه. شما بهش بگو یه خورده صبر کنه. اگه یکم صبر کنه، موقعیتی که پیش رو داریم رو از دست میدیم. الان یارو میتونه با 2000 پول مالو رد کنه بریم، کاملا قانونی. برای جاهای دیگه حداقل 700 800 تومان میگیرم فقط برای ضمانت. داریم بدیم؟ تو قانعش کن بی خیال بشه، من کمکش میکنم. من نمیتونم جلوش وایسم. تو زندگی خصوصی شما هم دخالت نمیکنم. دخترم تو کلش انداختی که از ایران برید، اون اصلا به این چیزا فکر نمیکرد. تو کلش انداختم چون معلومه اینجا به جایی نمیرسه. ببخشید من مشتریام زیاد شدن، حواسم نباشه کارم رو از دست میدم. ممنون بابت گل. صحبت کردی؟ خیالت راحت باشه، قرار شد خودش با مرتضی صحبت بکنه. آخر شیطون بیاردش پایین، عروس خوبی گیرمون اومده. سنگ قلابت نکرده باشه؟ این چه حرفیه میزنی؟ ذهنتو درگیر نکن، ندا دختر عاقل منطقیه، خودش جفت جورش میکنه. هدایت، من بچه خودم رو خوب میشناسم، پاش برسه اونور دیگه بر نمیگرده ها. شده حتی بگه من کم نمیارم، میره چه میدونم رو عرشه کشتی کار میکنه، خدمتکاری میکنه، گارسونی میکنه، برای اینکه بگه من کم نمیارم. لنگه خودته. ندا باش حرف میزنه، من کار دارم، باید سوار موتور شم. خداحافظ. دختری پررو باسمه گل شد و وقت گل شدم. خوشمومد روی گل چهره بوسیدم، به خیالم به حالم با خبر هستی گل. سلام آجا، امروز یه سر رفتم بیمارستان. این پرونده‌ای که به من ارجاع شده عملا رسیدگی نمیخواد. معلومه منبع اتفاق چیه، سرنخ ماجرارم که مرکز پیگیره دیگه. شما اگه نگفتیم این برنجا از مبادی قانونی وارد کشور شده. آقا یه مدت تهران رو پرونده کار کردن، به نتیجه نرسیدن. خب پرونده رو ارجاع بدن به دادسرای بندر عباس، اونا پیگیر ماجرا شدن، نشد دیگه. حالا به هر دلیلی بذارن یه مدت ما رو پرونده کار کنیم. بله بسیار خوب، منتظرم. این پرونده مستقیما با جون مردم مرتبطه. چند ماه تو تهران رو پرونده کار کردم ولی به نتیجه نرسیدن. از وضعیت چند تا بیمارستان و درمونگاه و مسمومیت مردم توی استان خودمونم که مطلعید. به هر صورت تصمیم بر این شده که پرونده اینجا پیگیری بشه. تمام اطلاعات مرتبط با پرونده هم توی دادسرای بندرعباس تجمیع شده. منم با دستور مستقیم دادستان برای تشریع و تسریع در پرونده اینجا. ما به هر شکل ممکن باید متوجه بشیم این برنجای آلوده با چه سازوکاری وارد کشور میشن. برای اینکه با این سازوکار معلوم نیست اونم به صورت قانونی چه چیزهای دیگری وارد مملکت بشه و چه بلایی به سر مردم بیارن. حجم برنج‌های آلوده وارداتی خیلی زیاده. به احتمال زیاد یه گروه مافیایی پشت ماجراست و به طور حتم این گروه ابایی نداره برای گم کردن سرنخ‌ها از اسلحه استفاده بکنه. کار سخت و خطرناکیه. آقای حسینی، بچه‌ها همگی از بهترین ها هستن. خیالتون راحت باشه. با گمرک امان کردید؟ بله. بسیار، نقشه ها رو با هم دیگه مرور میکنیم. مسائل امنیتی، دوربین های مدار بسته، نقاط کور، شناسایی، استتار و ردیابی. من خودم و همراه معتمدی و کامران برای بازرسی یکی از کشتی ها میرم. میخوام از نزدیک ماجرا رو در واقع دنبال بکنم.
اون جایی که داری میری جای خطر کردن نیست. هر لحظه احساس خطر کردی به من و معتمدی خبر بده. چشم. همه چی رو چک کردی؟ اسلحه، جی پی اس، موبایل ماهواره ای؟ بله، خیالتون راحت. تو کشتی پر دوربین مدار بسته است. جای نقاط کورش هم که میدونی. بله. کامرا، ممکنه مجبور بشی دو سه روز تو کشتی بمونی. مهندس رزاقی از گمرک تشریف بیارن. بله، ایشون یه کار براشون پیش اومد، رفتن گمرک مرکز، من به جاشون بودم. برای سعادتی که نصیب من شد باهاتون آشنا شدم. بله. آقای مقدسی، حسین مقدسی. آقای حسین مقدسی. لطف میکنید بارنامه رو بگید بیارن. خواهش میکنم. همه 200 کانتینر برنج هندیه. جزئیاتش هم تو برگه نوشته شده. بله، ولی باید نمونه برداری بشه. بله، ایرادی نداره. میگم راهنماییتون کنم. منتها دو روز پیش که چسبیدیم به اسکله، نمونه های برنج از همه کانتینرها رو فرستادن گمرک. درست میفرمایید، منتها در محل هم با تست بشه دیگه. بسیار خوب. شیف. بله. بیل از آفیس من بردار بیار. چشم، من میام خدمت.
حالتون خوبه؟ سرم یکم سنگین شده. خب اینجا پزشک هست اگه بخواید. نه برمیگردم قایق، زودتر برسیم ساحل بهتره. دیگه هم شما چک کن. چشم. شما هم دیگه وسواستون خیلی زیاده، های مقدسی. بالاخره وسواس لازمه کار ما. بله. خب به نظرم کافیه. جمع کن بریم. یعنی بالاخره تموم شد؟ میتونم راهنما بگیرم بچسبم به اسکله؟ تا یه ساعت دیگه بهتون خبر میدیم.
سه تا از بچه‌هامو تو کشتی‌ها مستقر شدن. همین الان دو تا دیگه هم آزم میشن. ان‌شاءالله از یکی از همین شش تا کشتی معلوم بشه سرنخ ماجرا کجاست. ان‌شاءالله. چیزی نیاز نداریم. شما اول بذار من بگم چی دارم. ما از این شرکت دیگه خرید میکنیم. افقای ما حرف نداره. تو هر مغازه ای رفتم کلی سفارش کردم. حرف کردم چیزی نیاز نداریم. وقتی نمیدونی چیه علکی که نباید بگی نمیخواه. بفرما یه دونو بخور. عرض کردم آقا جون من مشتری دارم. پفک پفک دیگه من یه شرکت دیگه خرید میکنم. بفرمایید چیپس و پفک های نازیر قیمت شرکت های دیگه هست. بسته هاش هم بزرگتر. همه شرکت هم بسته بزرگ دارن هم بسته کوچیک. اونا تو بسته هاشون هوا پر میکنن. آدم خیال میکنه سرش کلاه گذاشتن. آقا بفرمایید میل کنید. چطور بود؟ بد نیست خوبه. چند تا بنویسم؟ هر سی آدم نمیخوام آقا بفرمایید بیرون. بفرمایید. بنظرم بقیه‌اش رو دیگه بذاریم برای فردا. هنوز سفارشی که برای فردا باید بفرستیم آماده نکردیم مادر. ولی پرشب یه کلی کار کردیم. خب اونو دوست اعظم خانم اومد دم خونه برد دیگه. مامان جان گفتم اولویت سفارشی پیجمونه. حالا در همسرم یک دو روز این ور اون ور بدی مهم نیست. آدم با در همسایه چش تو چشه. خب یاد نداره. بعدن اگه بس قولی رو تأخیر بکنیم پیجمون رو آنفالو میکنن. چی میکنه؟ منظورم اینه که مشتریامون رو از دست میدیم. بعد این همه زحمتی که کشیدیم پیجمون بره بالا، تمام هزینه‌ای که کردیم همه به باد میره. به نظر من این پیجا رو بی خیال بشین. وا. بابا تمام هزینه‌ای که الان داریم و فروشایی که داریم همش همین پیجه. اول شنیدم میخوان از کسب و کار اینترنتی مالیات بگیرن. اینجوری هیچی برامون نمیمونه. ما هنو پیجمون 5000 تا هم نشده. اونایی که الان دارم میگه مال پیجای میلیون به بالاست. فردا میگم زیر 5000 تا باید مالیات بدن. نه خیالت راحت. همچین چیزی نمیگم. یا حالا بله بون. زبونتو بوش خورده؟ شامت رو گازه مادر چون. برو برش گرم کن. به من چه؟ خودش بری گرم کنه. شما فکر کردی من بچه هم. رفتیم با ندا صحبت کردیم که چی؟ عجب دختریه ها. هرچی که بهش گفتی رفته گذاشی کف دست این. ماما خانوم ما قرار زن و شوهر بشیم. نیاد بهم بگه بابا رفته پیشش زیرابمو زده. من زیراب تو نزدم. یه خوره باش درد دل کردم. بابا جون من قربونت برم. من تصمیم خودم رو گرفتم. گفتم 150 تومن میخوام کارگام را بندازم که نتونستین جور کنین. دست از سر من بردارین. بذاری من زندگی خودم رو بکنم. ما میگیم زندگی خودتو بکن. فقط اینجا کنار ما. شما الان فکر کردی من بچه‌ام. من میدونم دارم چی کار میکنم مامان. اگه میدونستی نمیرفتی یه کشور غریبه. اونم بدونی که کاری بلد باشی. اینجا حداقل 4 نفر هواتو دارن. اونجا چی؟ اونجا چی؟ نه اونجا چی؟ بگیم دیگه اونجا چی؟ ها میلیاردرم میخوام پولامو بالا بچشم یا میترسید همین پیرن شلوارمو در بیارم لخت تو خیابونه بگردم آبروتون بره. اگه لخت بگردی میگیرنت میبرن تیمارستان. بابا جون من قربونت برم این آخرین فرصت منه برای خوشبختی. مامان یارو تو سفارت آشنا داره تونسته منم ردیف کنه اینجوری برم. وگرنه اگه نشه باید 700-800 تومن پول بدم یا چه میدونم وثیقه بذارم بابا جون که یعنی برمیگردم. من برگشتنی نیستم. دست از سر من برداریم بذارین زندگی ما بکنم. سر پدر مادر داد نزن. خفه شد تو مام ببین
هدایت کوتاه نیا، این بچه بره من دق میکنم. بذاریم بره، میره و بر میگرده. من بچه‌مو میشناسم، میدونم بره دیگه بر نمیگرده. هدایت ببین اون از خدا بیخبر کیه که میخواد بچه منو رد کنه؟ مادر من ساده یا این اصلا 130 میلیون داره بده طرف کارشو جور کنه بتونه بره؟ آره داره، پولایی که برای کارگاه خرج کرده میخواد پس بگیره از سروش، خسارتش هم میخواد بهش بده. هدایت من میدونم این بر نمیگرده. ماما یکی پکی کل محصولاتمون سفارش داده. خاک بر سر منو کل محصولاتمون. بچه ما دارم از دست میدم. هدایت یه کاری بکن. میگوید امام باقر صلوات الله علیه فرمود انه الجبار متکبر است. میگه عرض کردم انه صائم، این یه کسی است فقیر توحید است. بشیر نبار میگوید به اینکه حضرت باز تکرار برمیدن برمیدن انه جبار آدم متکبر است، باید داشتن نداشتن نیست. دادستانی کرمان نیم ساعت پیش برام فرستاده گزارش تجمیع از بین بردن برنج آلوده ظرف 3 ماه گذشته. خیلی بیشتر از اون مقداریه که فکر میکردم. اینکه این همه برنج آلوده از بنادر رسمی کشور ترخیص شدن عجیبه. مدار قانونی گذروندن ولی بعد این همه مدت و تشکیل چند تا پرونده معلوم نیست بالاخره سرخط ماجرا کجاست. توی عروسی بوده و لوی زده به یه غذا افقی بوده، یعنی اوضای مملکت یه طوری بوده که به خوردن غذا هم باید پیش مرگ بیبی. مثل ناصرالدین شاه ما شانس موا باچه یک مر تنگی گیر روی تنگ دستشوی و طولی کشتی دیر رسیدن، وگرنه ما هم وسط بدبخت بیچه ها رو باید رو ترنگ برشانس. حالا معلوم نه مرغی آشغاله گوشتی آشغاله نادون چه مرگشه و چه بوده معلوم نه. میه فیلم اگر اون به شبکه های جهانی تا بدونه دجا چه خبره. این 4-5 ساعت پیش وایرال شده، از دادستانی شیراز برام فرستادن. این هم نامه ضابط قضاییه به نیابت از تهران فرستادن بندر عباس. سرنخ یکی از محمولهای برنج مصموم هندی رو که گرفتن رسیدن به شخصی به نام ایمان خوشرزم. خوشرزم؟ این پسر این دکتر خوشرزم سفیر نیست؟ حکم جلبش صادر شده؟ نه، هنوز سند و مدرکی به اسمش نیست، به اسم کسیه که اونم گم و گوره. چون آقای سفیر باباشه دست بهش نزدن، کلی آدم مسموم شدن، اصلا معلوم نیست مرگ و میر باشه یا نه. حاجی این قضیه باید زود جمع بشه. گفتم هنوز سند و مدرکی به اسمش نیست ولی بالاخره پیدا میشه. تا الان هرچی هست حدس و گمان. یعنی من اگه تحقیقاتو کامل بکنم مشخص بشه ایشون متهمه، معذوریتی نداریم برای بازداشتش؟ چه معذوریتی؟ قاطر وای میسیم منم کنارتم، ضابطم تو تهران دنبال دلایل محکمه پسند. حاجی بینی و بین الله، اگه باباش کله گنده نبود با همین سرنخی که پیدا کردن ابا میکردن از صدور و حکم جهل. دلایل و مدارکو کامل کن حکم جلبو بده. کارا چطور پیش میره؟ تو 6 تا از کشتیایی که برنج هم میکردن مأمور گذاشتم، منتظر نتیجه. توی گزارش تهران نوشته که همه مأمورهای برنج مسموم که تا حالا کشف شدن توی کشتی ترخیص شدن، یعنی هیچ کدوم مراحل بازرسی و ترخیص رو تو بنادر و اسکله ها نگذروندن. حالا بالاخره تا موقعی که گزارش 6 تا مأمورمون از کشتی ها برسه باید صبر کنیم دیگه. فقط امیدوارم تا اون موقع این ایمان خوشرزم از قفس نپره. بالاخره بابای محترمشون هم این ور ارتباطات داره هم اون ور دیگه.
بله. تو مثلا رفیقشی؟ امین رفیقشه؟ این همه زحمت کشتیم پول گذاشتیم بسر اون مکه میخوام بکشم کنار، تو چرا قبول کردی؟ خب یعنی چی؟ باید چی کار کنی؟ بهش بگو سوله رو گرفتیم این همه هزینه کردیم غلط کردی میخوای با بازی بکشی؟ الان هم نشد یه ماهی دیگه، دو ماهی دیگه، سه ماهی دیگه بالاخره دستکاری میخریم. ای بابا، عجب گرفتاری شدیم. معلومه گرفتار شدی، کار تولیدی گرفتاری داره، عین چای نفته، هی میکنی، هی میکنی، هی میکنی، سختی میکشی، عرق میریزی، یه دفعه میرسی به نفت، میرسی به پول، وقت دوباره که رفتی. آقای مسلمی، ما قول و قرارامونو واسه فصل قرارداد گذاشتیم، نمیشه که یهو دبه کرد، میشه؟ دبه تو اینجور مواقع عین رفاقته، او الان دنبال نامزدشه، حوله، نمیدونه چی کار داره میکنه، تا میبینه یه در بسته جلوشه، هیچ میزنه. تو امین باید کمکش کنی، آقا سروش، رفاقتی دبه میکنی، نمیذاری بگه نیستم، اگه گفت، میگه غلط کردی، فهمیدی؟ چشم دست درد نکنه، فقط بهش نگه همو دیدیم ها. خیالتون راحت. خداحافظ. مخلص. نمیتونم مهدی جان، امروز گرفتارم. میدونم فدرا جان، یه لحظه کشید. سلام آقای خراسانی، گذاشتین دم دفتر دیگه، دست شما درد نکنه. الانم با عذاب وجدان بهت زنگ زدم، کفشا تازه رسیده، من باید باشم یه سر و سامونی بهش بدم که فردا میخوایم بدیم دست بچه‌ها. من نمیفهم، غیر تو کس دیگه نیست تو مدرسه؟ همه کارشو خودم کردم دیگه، من نباشم کار پیش نمیره. صدرا جان دیر نکنی ها، میدونی تاها معطل میمونه ناراحت میشه. بله دیگه، همه ناراحت میشن غیر من بیچاره. بدخلقی نکن دیگه، سر راد ماستم بگی. ماستم بگی. خداحافظ. آقای بازپرس. سلام. سلام علیکم. خواستم نمیشه وسیقه رو کم کرد، من قبلا هم گفتم من اگه گرفتار نبودم نمیمادم رو بندازم. من حداقل وسیقه رو برای جل تعیین کردم. شما لطف کردین، ولی اینا دو نفرن، من از پسش بر نمیام. ببخشید من مقصرم که پدر و برادر شما هر دو همکار بودن کار خراب. نه ولی خواهش میکنم یه کاری بکنین آقای بازپرس، دستم به دامنه. من بذارید به کارام برسم. خواهش شما بازپرس، پرونده بابا و داداش منه، اینم کارتونه دیگه. لا خواهش لا میکنم لا. من دو دقیقه گرفتاریمو بهتون بگم میرم. خواهش اینجا آشپزخونه‌شه. کوچیکه ولی نورش خوبه. این ورم اتاق خوابشه. دید خوبی نداره. ولی عوضش آرومه، سر صدای خیابون هستی رو نداره. سالنش هم نسبتاً بزرگ و خوبه. به نظر چطور بود بابا جونم؟ هر سه تا خوبه. مهدی پول اجارهشون رو داره بده؟ پول این آخری رو داره. خب اگه پول بقیه رو نداره، برای چی خودتون رو اسیر عبیر میکنی؟ گفتیم بریم ببینیم، شاید تخفیف بدن. خوب پای کار هم وایستادین. اگه مامانت یه همچین چیزی به ما میگفت، بهش میگفتم خودت برو ببین، اگه با پولمون جور میشه منم میام ببینم. این آخریه برای شروع یه زندگی خیلی خوبه. بله خوبه، فقط فقط چی؟ فقط باید زودتر مراسم عقد عروسی رو بگیریم، یه وقت خونه رو ندم به کسی. خیالت راحت باشه روی خانوم، جفت جورش میکنم. بفهم هدایه. چی شده؟ مرتضی کاروش رو کرده داره میره. ببین چی؟ خودت زن و بچه داری، خونواده داری،
به جان عزیزم من خرج خودم و مادرم و دوتا خواهرم و تو این شهر غریب با بدبختی در میارم. الان با هزار قرض و قوله تونستم نصف این چیزی که شما واسه وسیله گفتین رو جون کنم. سایه مرد بالا سر ما نباشه چشم نامرد میفته دنبالمونا. شما خودت اهل دین و پیغمبری، من پرسیدم از این اون، اگه شما بخوای شدنیه. خانم بی خود کردن این اون، گفتن اگه من بخوام شدنیه. من باید وثیقه‌ای ببرم که مطمئن بشم متهم فرار نمیکنه. من گرفتارم آقای حسینی، درک کنید. خیلی خب، با سازمان زندان‌ها تماس میگیرم، میگم به عنوان خانواده زندانی کمک حالتون باشه. من نمیدونم چطور میشه شما رو راضی کرد. فکر کردم بگم مرد نداریم، گرفتاریمون زیاده، قبول میکنیم. باور کنید پول ندارم ولی انقدر گرفتارم. خانم من نمیتونم کمکتون کنم، بفرمایید بیرون. خواهش میکنم بفرمایید بیرون. بفرمایید خانم. سلام. سلام، کجایی صدرا؟ راه افتادی؟ الان میرم دنبالش. دیگه کار کلینیکش داره تموم میشه ها. باشه دیگه، الان میرم. خدافظ. خدافظ. از بنده فاصله میگیره. شنیدم درگیر پرونده برنجای آلوده شدی. خوش رزم اومده بندر عباس، امروز صبح رسیده. حکم جلبشو صادر میکنم. کاری که بام کردی تو اون داره. تلفن زنگ زد، یکی یه چیز عجیبی میگفت. خیلی نگرانی. من میگم برای تو و بچه‌ها محافظ بزن. حالا احساس.